فصل دوازدهم. در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهایی بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت و بر هر یکی از سرهایش نیم تاجی قرار داشت و با دم خود ثلث ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید ایستاد تا همین که بچه‌اش به دنیا بیاید آن را ببلعد. آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا و تخت او ربوده شد و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخ تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که کلیه جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است، با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی برادران ما بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این برادران ما با خون بره و با شهادتی که به زبان می آوردن بر او چیره شدند. زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمانها و همه ساکنان آنها شادی کنید. اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از این که می داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که کودک ذکوری به دنیا آورد رفت. اما به آن زن 2 بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگاهداری شود. مار به دنبال آن زن سیلابی از دهان خود بیرون آورد تا با جریان آن او را بشوید و ببرد. اما زمین به کمک او آمده دهان خود را گشود و سیلابی را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو برد. از این رو اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و رفت تا با بقیه فرزندان او که فرمانهای خدا را نگاه می‌دارند و به عیسی شهادت می‌دهند بجنگد. و اژدها در کنار دریا به انتظار ایستاد.